به نام خالق یکتا. سلام دوستای خوبم، در آشپزخانه خودتان خوش آمدین. امیدوار هستم که دلتان شاد، لبتان خندان باشه و در کنار فامیلتان به خوشی و خوبی زندگی کنین. امروز تصمیم دارم عدس پلو پخته کنم. امید است که دیدنش خوشتان بیه و لذت ببره. زیاد منتظرتان نمیمونم. بسم الله گفته شروع میکنم. در قدم اول ما برنج تر میکنم. برنج نظر به تعداد فامیلتان بگیرین. 3.5 گیلاس برنج در داخل کاسه هم اندازم. من از برنج بخارا استفاده میکنم. زیادتر دوستا پرسان میکنن که از کدام برنج استفاده میکنم. من از برنج بخارا استفاده میکنم. برنج در داخل کاسه هم انداختم. 3.5 گیلاس در کاسه دیگه عدس هم اندازم یا همون نسک. 1.5 گیلاس هم نسک مندازم. نظر به دلخواه خودتون بندازین. اگه خوش دارین زیاد میتونین حتی 2 گیلاس بندازین. 1.5 گیلاس کفایت میکنم. من 1.5 گیلاس انداختم. عدسم ششتم، برنجم ششتم. آلا تر میکنم. من امرو آب گرم تر میکنم به خاطر که یکم عجله دارم. اگه عجله نداشتین امرو آب سرد تر کنین. امرو آب گرم تر کردم برای 1.5 ساعت. بعد از 1.5 ساعت باز بخوای پخته میکنم. سرش بسته میکنم میمونم تا تر شوه. بعد از 1.5 ساعت برنجم تر شد، عدسم تر شد. موادای لازمه چیندیم، کلاشه آماده موندیم. هر کدام شکندختم به شما دوستو میگم که از چی موادای استفاده کردیم. عدس آبش صاف کردم. حالا 2 گیلاس آب دیگه داشت مندازم. 2 گیلاس آب مندازم، منتظر میباشم تا جوش بیه. یک قاشقم نمک مندازم، دیگه چیز نمندازم، فقط نمک مندازم. نمک بندازیم که نمکی بیه، باز مزه‌دار میشه. شور میتونم که نمکم گرد شوه تا پخته شوه. منتظر می باشم تا آبش خشکه. آبش که خوش شد دیگه پخته میشه. سرش بسته نمی کنم. اگه سرش بسته کنم با زیاد نرم میشه. سرش بسته نکنم. من مطمئنم تا که آبش خشکه و ببینین 80% نرم شده. 80% نرم شده. 20% دیگهش بازم روی برن. در دیگه دیگه آب ماندیم جوش آمده. دش نمک اضافه میکنم. دو قاشق. یک دانه چوب دارچین اضافه میکنم. 3 دانه برگ بو اضافه میکنم. 4 دانه میخک اضافه میکنم. 1 قاشق زیره. 5 دانه ایل چای اضافه میکنم. نوبت از ایست که برنج اضافه کنم. برنج قبلا تر کرده بودم، سی تر شدم. روی آب گرم تر کنم بخاطر که عجله داشتم. عجله داشتین روی آب گرم تر کنم زود تر میشه. در داخل آب اضافه میکنم. این مساله رو که داشت اضافه کنم بسیار عطر و بوشه خوبش میسازه، بسیار مزه‌دار میشه. دیگه سرش بسته میکنم. برای 8 الی 10 دقیقه میمونم تا که برنج جوش بخوره نرم شه. برای 8 دقیقه موندم. ببینید برنج جوش میخوره. حالا سیل میکنم که برنج نرم شده یا نشده. باید برنج 80% نرم شوه. ببینید برنج نرم شده. حالا آبش صاف میکنم. در چلو صاف آب برنج صاف کنم. در دیگه یک قاشق روغن مندازم. امروی برس قفه دیگه کاملا چرب میسازم. بعد از اینکه چرب کردم دو دانه کچولو گرفته بودم. کچولو رو رنده کردم. در داخل دیگ مندازم. همراه قاشق خوب منظم میسازم که در قفه دیگ منظم شوه. همراه یک گلاسم خوب سعی فشار میدم که در دیگ بچسبه. میتونین برای کندگی رو استفاده کنین. اگه دوست داشتین، اگه دوستم نداشتین اضافه نکنین. دو قاشقم دهش گل رنگ مندازم. میتونین از زعفران هم استفاده کنین. من از گل رنگ استفاده میکنم. بسیار عطر و بوی غذا رو خوشمزه میسازه، رنگشون مقبول میسازه. البته برای کندگیش میتونین از نان هم استفاده کنین، از نان لواش. من از کچولو استفاده کردم. همینطور مرتب بعد از اینکه کچولو رو انداختم برین مندازم، عدس مندازم. همینطور پشت سرم کلاشه انداخته میرم تا که کلاشه بندازم به نوبت. یا آخریش از کلش یک جای مندازم. برنجم آل کلش هم مندازم. هم تا پشت سر هم کلش هم بندازم. همراه کفگیر منظم میسازم. یک قاشق غذاخوری مساله پلاو گرفتیم. مساله پلاو هم مندازم که عطر و بوش دو برابر شوه. نوبت گل رنگ است. در گوشش مندازم. گفتم اگه گل رنگ نداشتین از زعفران استفاده کنین. گل رنگ هم همون کار زعفران هم میکنن. رنگ به غذا میده. همراه قاشق هم چند تا فاصله ایجاد میکنم که هوای برنج براید. با
برای 5 دقیقه اول برارت زیاد میمونم، برای 25 دقیقه دیگه برارت کم تا که برنج دم بگیره. دو دانه پیاز گرفتیم، در دیگ روغن انداختم پیاز، ببینیم به این صورت ریزه کردیم به صورت خلالی. در داخل روغن مندازم، روغن که داغ شد منتظر میباشم تا پیاز طلایی شوه. البته پیازش بدلخواه خودتان رو میتونین زیادتر هم استفاده کنین، هرچی زیادتر باشه اون مقدر مزه دار میشه. در خانه دو تا پیاز مونده، من هم دو تا رو استفاده کردم، دیگر نرفتم از بیرون نگرفتم. اگر این پیاز هرچی زیاد بندازم مقدر مزه دار میشه. پیاز کاملا طلایی شد. یک گیلاس کشمش گرفتیم، کشمش پهلوی در داخل پیاز مندازم. کشمش زیاد سرخ نمیکنم، کمی انداختین بر یک دقوار امروی پیاز سرخ کنین، دیگه پس کنین. بر اینجا برای 20 دقیقه مونده، ببینین دم گرفته. عالم روغن از این پیاز در سر برنج مندازم، روغنش همطور روغن پیاز بندازیم بسیار خوبش میشه. پیاز کشمشم در پالوش مندازم، بر 10 دقیقه دیگه هم سرش بسته میمونم که بر 10 دقیقه دیگه هم امروی کشمش و پیاز دم بگیره برنج. بعد از 10 دقیقه ببینین کاملا عدس پلو آماده شده. عطر بوش کل فضای آشپزخانه رو پیچانده. مسئله یک استفاده که بسیار یک عطر خاص به عدس پلو میده. دیگه ما عدس پلو ساده آمده که میتونین گوشت رو استفاده کنین. عدس پلو یک رقم نیست، رنگ و بارنگ است. من هم سادهش پخته کردم. کشمش و پیازش گوشه موندم. امی قسمت را که گل رنگ انداختانم مورم گرفتم گوشه موندم. آله برنجه خوب سیگت میکنم، ببینید چقدر دوستا خوبش آمده. یعنی حد روبوش واقعا کل فضای آشپزخانه رو پیچنده، یک عطر خاص گرفته. ببینید چقدر خوبش شده. حال در ظرف میکشم. ببینید دوستا دانه دار آمده. حالا این برنجه که رنگش زرد است در سرش مندازم، کشمش و پیازم در روش مندازم، دیگه آماده شد. یوم از کچولویی که مانده بودم، ببینین چقدر خوب شده. هم کاغذ هم نرم، بسیار خوبش آمده. یک چیز بسیار مزدار. میتونستین در هر برنج، هر برنج که پخته میکنین، مکرونی پخته میکنین، هر چیزی که پخته میکنین، میتونین دوتا کچولو رو همه قسم کنین، در قف دیگ بانین، بسیار خوبش میشه، بسیار مزدار میشه. خب دوستا عدس پلو آماده شد، بسیار خوبش آمده را. حالا مرتضی جانم نوشه جان میکنه با شما میگه که مزی از این عدس پلو چه رقم آمده. ببینین دوستا واقعا خوبش آمده. سلام دوستان، زین با کانال ما خوش آمده. امروز مامانم عدس پلو پخته کرده. حالا نوشه جان میکنم که مزیش چقدر. بسم الله. دوستا جایتان خالی، خیلی خوشمزه شده. حتما تفسیر نکنید، نوشان کنید، آماده کنید، نوشان کنید. اگر مرا دوست دارید هلپ کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگالا بزنید که دوستا بر ویدیوهای دیگر ما خبردار شدید. خداحافظ، شما را به خدا مسپارم. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز که عدس پلو پخته کردم. انشالله که از دیدنش خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. اگه خوشتان آمد حتما امروی دوستان تا شریک بسازین.
تشکر که همیشه ما را همراهی میکنین. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. سربلند و سرفراز باشین در کنار فامیلتان. خداحافظ شما عزیزان. وقتتان خوش.